سلام دوستان من مهرداد هستم اینجا کانال خودت کانال مهداد پزه این روزا متاسفانه دیگه همه جای کشورمون عدم مدیریت رو میبینیم آلودگی هوا خیلی داره اذیت میکنه خیلی درصد فلزات سنگین تو هوا بالا رفته خیلی از هموطنامون مشکلات قلبی دارن یا خیلی که فکر میکنن سلامتن بدنشون داره آسیبای جدی میبینه تو این ویدیو میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که تو این روزها باید تغذیه‌مون رو کار بکنیم دوستان من متخصص تغذیه نیستم ولی چیزهایی که حالا خودم تجربه کردم و خوندم و اینا رو جمع‌آوری کردم که بهتون بگم که میتونه بهتون کمک بکنه دوستان اولین چیزی که میتونید استفاده بکنید شیره حتما هر روز یک لیوان شیر رو حداقل استفاده بکنید شیر خیلی به پاکسازی بدن شما کمک میکنه دومین چیزی که میتونه اثر فلزات سنگین مثل و تو بدن شما کاهش بده افزایش شدن دریافت آهن توی بدنتونه مثل مصرف بیشتر گوشت قرمز یا میتونید هفته یه دونه مثلا قرص آهن مصرف کنید این اون اثر فلزات سنگین رو تو بدن شما کمتر میکنه مورد بعدی مصرف گیاههایی که سبزیجاتیه که خیلی سبز تیره هستن مثل کرم بروکلی مثل جعفری مثل گیشنیز مثل تره اینا باعث میشه که بدن شما فیبر بالایی رو دریافت بکنه و کلا توی این داستان آلودگی هوا باید سعی کنید رژیم غذایی سلامت تری رو داشته باشید دریافت اومگا 3 بهتون کمک میکنه میتونید ماهی استفاده بکنید چیزی یه سری چیزا هم هست تاثیرای مخربی روی کبد و روی کلیه شما داره چون کبد داره تصویه میکنه خونه شما رو دیگه نباید یه بار مضاعفیرم بذاری روی دوش کبد اونا چیه چیزایی مثل سرخ کردنی فسفودیجات پنیر پیتزا اینجور چیزا توی این ایام سعی کنید کمتر استفاده کنید یا اصلا استفاده نکنید خب مورد بعدی دریافت ویتامین C که مخصوصا تو الان که تو فصل سرما هم هستیم هم واسه سرما خوردگی تو خوبه که کمتر دچار بیماری بشید هم واسه پاکسازی بدنتون خیلی خوبه پرتقال لیمو شیرین اینا منابع ویتامین C ان لیمو ترش کیوی خیلی چیزا هستن که توش ویتامین سی داره سعی کنید بیشتر استفاده بکنید خیلی از دوستان پیشنهاد میکنن که آب میوه زیاد بخورید دوستان آب میوه حتی آب میوه طبیعی قند خیلی بالایی داره قند زیاد بدن شما رو تحت فشار قرار میده سعی بکنید میوه زیاد استفاده بکنید آب میوه خیلی قندش زیاده یه سری چیزایی هم که حالت آنتی اکسیدان داره مثل لبو اون لبوها هم اگه بپزید من دست رو پخته لبو رو گذاشم داخل کانال میتونید استفاده کنید لبو بپزید بخورید لبو هم خیلی بهتون کمک میکنه یکی از مهمترین کارهایی هم که میتونید انجام بدید این ورودی هوا رو به بدنتون تا اونجایی که میتونید فیلتر بکنید حالا با استفاده با ماسک یا کسایی که اگه تایم زیادی رو بیرون از خونه هستن حتما از ماسکای فیلتر دار استفاده بکنن امیدوارم که مریضی به دور باشی و همیشه سلامتی کنار دست خودت و خودوادت باشه یادت نره که جاد اینجاست اگه چیزی هم شما میدونستید داخل کامنت ها اضافه کنید که همه استفاده بکنن مخلص